سنی های تندروی طالبان روز به روز در حال پیشروی و تسلط بر مناطق بیشتری در افغانستان هستند. بسیاری از مردم مظلوم افغانستان به خصوص شیعیان این کشور به فکر فرار دوباره از کشورشان به سمت کشورهای همسایه و دیگر کشورهای جهان هستند. اروپا نیز یکی از اماکنی است که برخی عزم خود را جذب کردن که به آنجا پناه ببرند. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. شش کشور عضو اتحادیه اروپا همزمان با پیشروی سنی های تندرو طالبان در خاک افغانستان با ارسال نامه‌ای به نهاد اجرایی این اتحادیه نسبت به توقف روند اخراج آن دست از پناه جویان افغانستانی که درخواست پناهندگی آنها رد شده هشدار دادند کشورهای اتریش، دانمارک، بلژیک، هلند، یونان و آلمان در نامه ای که خطاب به کمیسیون اتحادیه اروپا نوشته شده تصریح کردند که توقف بازگشت پناهجویان اخراج شده از خاک اروپا می تواند با مخابره پیامی غلط موجب افزایش انگیزه شهروندان افغانستان برای ترک خاک این کشور به مقصد کشورهای عضو اتحادیه اروپا شود. این شش کشور از کمیسیون اتحادیه اروپا خواستند تا با انجام مذاکره با دولت افغانستان زمینه بازگشت پناهجویان به کشورشان را تسریع کند. کشورهای امضا کننده این نامه همچنین از آن کردند که درباره شرایط کنونی افغانستان که با توجه به خروج نیروهای بین المللی قابل پیش بینی بوده آگاهی کامل دارند. آنها همچنین با اشاره به وجود چار ممیز 16 همه میلیون افغانستانی آواره در منطقه از کمیسیون اروپا خواستند تا با افزایش همکاری با پاکستان و ایران حمایت همه جانبه را از پناه جویان افغانستانی صورت دهد بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از اینکه تحولات افغانستان به تکرار بحران مهاجرت به اروپا که در سالهای 2015 و 2016 رخ داد و موجب ورود بیش از یک میلیون پناهجوی خاور ای به کشورهای عضو اتحادیه شد بیانجامد نگرانند. بحرانی که ضمن تحمیل بار سنگین به نظام رفاهی و بهداشتی اتحادیه اروپا زمینه تقویت احزاب و گروه های راستگرای افراطی را فراهم کرد. تنها در سال 2020 نزدیک به 44 هزار افغانستانی تقاضای پناهندگی خود را به کشورهای اتحادیه ارائه کردند که موجب شده این کشور پس از سوریه به عنوان دومین کشور اعزام کننده پناهجو به اتحادیه اروپا شناخته شود.